برام خدا و سلام بر شما. با تحول امشب با من داریوش احمدی خوش آمدید. سرپرست وزارت دفاع ملی میگوید که شهروندان تاجیکستان و پاکستان در حمله های تروریستی در افغانستان دست دارند. محمد یعقوب مجاهد هنگام ارائه دستاوردهای امنیتی 12 ماه گذشته میگوید در این مدت ده ها شهروند تاجیکستان و پاکستان از سوی نیروهای امارت اسلامی کشته شده و ده ها تن دیگر هم بازداشت شدند. آقای مجاهد از کشورهای منطقه میخواهد تا سرحدات زمینی و هوایی خود را به شدت نظارت کنند. با گزارش در همین مورد توجه کنید. مقام های ارشد امنیتی امارت اسلامی در این نشست خبری حضور یافتند تا دستاوردهای امنیتی 12 ماه گذشته را با رسانه ها شریک سازند. سرپرست وزارت دفاع ملی در این نشست میگوید که شهروندان تاجیکستان و پاکستان در حمله هایی که در اماکن مذهبی و دینی صورت میگیرد دست دارند. به گفته ی آقای مجاهد، ده ها شهروند تاجیکستان توسط نیروهای امنیتی کشته شده و ده ها تن دیگر بازداشت شدند. به همین ترتیب شهروندان پاکستان هم در این حملات دست دارند. وقت د اسلامی امارت لرسیدو وروسته چې په افغانستان کې کوم بریدونه په مساجد و خانقاو دینی علمای کرام او د ولسی وګړو په اجتماعات تر سره سوي، په هغو ټولو کې له بهرنیو اتباعو په ځانګړي توګه د تاجکستان هیواد له اتباعو څخه کار اخیستل سوی. لسګونه تاجکستانی اتباع زموږ د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په پایله کې وژل سوي او لسګونه نور یې ژوندي نیول سوي. سرپرست وزارت دفاع ملی یک بار دیگر حضور و فعالیت تحریک طالبان پاکستانی را در خاک افغانستان رد می کند و می گوید که رویدادهای امنیتی در کشور 90% کاهش یافته است. او از کشورهای منطقه می خواهد که نظارتشان را از سرحدات هوایی و زمینی افزایش دهند. مجلحوق و هیوادونو چخه چه بحرانی شریر عناصر دوی للار افغانستان تا را داخلی جی پکلک غوالو چې خپل زمینی او هوایی سرحدات په جدي توګه کنټرول کړي او پرې نږدې چې افغانستان ته د دوی له لارې شریر عناصر را داخل شي. آقای مجاهد هرچند میگوید اعضای گروه مقاومت تنها در فضای مجازی فعال هستند، اما از آنها میخواهد که دست از مخالفت با امارت اسلامی بردارند تا مورد استفاده کشورها قرار نگیرند. د شر او فساد په اړه باید دومره ووایم چې چې د هغوی حضور یوازې په مجازي نړۍ کې دی او په افغانستان کې هیڅ د پښې ایښودلو ځای نه لري. دوی نشي کولای چې افغانان یو ځل بیا تیر باسي. دوی باید د عمومي عفی له ستر فرصت څخه استفاده وکړي او پرې نږدي چې نور هیوادونه د نیابتي او اجیرو جنګیالیو په توګه وکاروي. سرپرست وزارت دفاع ملی در این نشست از کاهش 90% حملات هراس افغانانه و کاهش 50% سرقت‌های مسلحانه در این مدت خبر داده و میگوید تعداد زیادی از باندها و گروه‌هایی که دست به سرقت می‌زدند یا از بین رفتند و یا هم دستگیر شدند. این مقام ارشد امنیتی می‌افزاید در برابر مواد مخدر هم مبارزه مؤثر شده و صدها کارخانه مواد مخدر و هزاران جریب زمینی که کوکنار کشت شده بودند تخریب شده است. باسم خوش آمدید. مهمانان من در این برنامه هر یک آقای محمد متین، محمد خیل، تحلیلگر مسائل نظامی اینجا در استودیو، آقای صمد کارمند آگاه روابط بین الملل از آلمان و همچنان آقای محمد رادمنش آگاه مسائل نظامی از طریق خط اسکایپ از امریکا با ما وصل هستند. مهمانان عزیز، به بس خوش آمدید میگم. محمد خیل صاحب، اجازه بدید در خصوص بحث با شما آغاز بکنم. دیده میشه که معادله تقریبا برعکس شده. در طول حداقل 2 سال گذشته پاکستان مدعی بود که حملات تروریستی که در این کشور صورت میگیره افغان ها در او دست دارن، اما حال سرپرست وزارت دفاع میگه که پاکستانی ها در حملات داخل افغانستان دست دارن. این بحث چقدر میتونه که قابل تعمق باشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. احمدی صاحب سلام بر شما، بر مهمانان حاضر در بحث، به همکارای تکنیکی شما و مردم غیور افغانستان. ما میخوایم که با یک نظری ماتریالیستی بحث آغاز بکنم. ماتریالیست ها یک نظر داره، میگه هر انقلاب ضد انقلاب داره و همونطور هر کشوری که شما پیشتر نام گرفتین یا با خود مخالفین دارن. و در افغانستان اگر ما فرض بکنیم که مخالفین امارت اگه است، بر ما شما معلوم است که یک تعداد از برادرهای آزرد خاطر ما که از جمهوریت است و مخالفین است. مخالفین ایدئولوژیکی بسیار مشکل است که ما تفکیک بکنیم که
امارت اسلامی یا دولت افغانستان یا مردم افغانستان یک دشمن داشته باشد. اگر قبلا بود شما در 43 سال دیدین که موضوعات تغییر میکرد. یک گروه که شوروی وقت در رأس از او حمله کرده بود و یک گروه در پولی از او بودن، مردم بر مقابل از او خواستن یک سبقه یک سند وجود داشت که اشغال است. و در وقت امریکای هم همین قصه برای فعلا ایتو یک اسناد ما ارائه کرده نمیتونیم که افغانستان مخالفین داشته باشه، ولی ما امی شش کشور همسایه خود میبینیم. اگر از چین شروع بکنیم، در اونجا هم مخالفین غورا و ترکستان شرقی، اگر سی کشور همسایه خود در آسیای میانه ببینیم و هم مخالفین خود داره و واضح در سرحدات از واقع گیر شده، داخل شهرشان گیر شده، دزگیر شدن. مطلبی است که اگر در قسمت مخالفین بگویم که داعش زیادتر عملات را در وقت در دو سال در افغانستان و بیشتر از سال ها اینجا حمله کرده و در اینجا بسیار مردم کشتن، یا هر کدامشه که دزگیر بکنی و که از او بحث بکنی، مردم هایی که از تاجکستان آمده بله. و بخاطر از این مخالفین در تاجکستان است که در تاجکستان یک حکومت تقریبا تو سوچی اسلامی وجود ندارد. اما تو در چین کشور کمونیستی است، اما تو در پاکستان ببینی در نامش اسلامی است ولی در کل قوانینش خلاف اسلام است. بنان این مردم که تا جای ما تحلیل میکنم، اگر تی تی پی رو بگوین، اگر تی جی پی رو بگوین، اگر جیش محمد رو بگوین، اگر در قسمت سرحدات سیستان و بلوچستان که است مخالفین ایران است. بنان آشوب که در افغانستان یا با رام مندازن یا جنجالی را که در افغانستان برامن، اکثر از یا خارجی است. شما چند روز پیش دیدین که امارت اسلامی گفت که ما یک 90 چند نفر گفت یا 80 چند نفر مخالفین گرفتیم که دو مردم های تاجکستان هست، مردم های تی تی پی هست. بنان در افغانستان تو یک سند ما ارائه کرده نمیتونیم که مخالفین امارت از جمع تی تی پی، از جمع تی جی بی، از اما اینا گروه های تروریستی هستن، بیشتر گروه های مزدور هستن که میان اینجا فعالیت میکنن. بحثی است که توسط کیها رهبری میشن، توسط کیها حمایه میشن و چطور برشان زمینه سازی میشه که به افغانستان به؟ خب ما در رأس در یک مثلث واقع هستیم یا در یک جایی هستیم که در مثلث یک طرف امریکا است، یک طرف روسیه است، یک طرف چین است. اکثر از این گروه ها به نیابت در افغانستان میاد یا در هر جایی که فاصله بین دولت و مردم ایجاد میشه از این خالیگاه استفاده میکنه و اکثر از این گروه ها را که شما شاید باشین در رأس اگر امریکا را ما بگوییم، فعلا در تمام کره زمین جنجال هایی که به وجود آمده پشت سر از واقع، اگر از افغانستان، عراق، سوریه، اوکراین، اگر فلسطین ببینید، در پشت سرش دست امریکا است و امریکا یک بازیگر خوب استخباراتی در وقت هم بوده، حالی هم است. بنان تا وقتی که این مثلث به حالت خود باقی بونه و قطبا و افغانستان به یک قطب متوصل نشه و سیاست بی‌طرفی فعال و مثبت داشته باشه، بنان امی جنجالا دیگه تا دیر وقت شاید سپاسگزار است. رادمنش صاحب، شما را به بحث خوش آمدید میگم. گفته میشه که تعداد از پاکستانی ها و تاجکستانی ها در قالب حملات تروریستی در افغانستان فعالیت میکنن. اینا چگونه به افغانستان میان؟ چه کسان اینا را همکاری میکنن و با چه روحیه به دیدگاه شما در افغانستان جنگ میکنن؟ سلام بر شما و سلام بر مهمانان گرامی. عموما فواصل موجود در ادعا و عمل به اجراعات حکومتداری، عدم پذیرش نظریات مخالفین و نحوه مبارزه علیه گروه های تروریستی مرتبطه. عدول از توافقنامه دوحه در نگرانی از چالش های امنیتی کشورهای منطقه و جهان و توصیه های پاکستان به حیث حامی میتواند اشکالات امنیتی را در افغانستان برجسته سازد. روی منظور ما میتوانیم ایطور بگوییم که
همو گروه هایی که قبلا گفته می شد که در افغانستان وجود نداره و از خاک افغانستان کشورها را تهدید نمی کنه، داره به اقرار هیئت رهبری وزارت دفاع داخله و امنیت دولتی سهم میگذاره که واقعا در افغانستان گروه های تروریستی وجود داره. اما این دیدگاه متفاوتتر اسراد منش صاحب، اینا کسانی هستن که در افغانستان میان فعالیت میکنن، کسایی نیستن که از افغانستان به کشور دیگر برن و امنیت اونا رو مختل بسازن. بله، شما خبر دارین که در خود پاکستان مدارس متعددی در طول تاریخ ایجاد پاکستان وجود داشته و همه از اینها گروه های تروریستی را تعلیم و تربیه میکردن و در افغانستان زیر نظر استخبارات پاکستان و ترنینگ توسط استخبارات پاکستان میفرستادن و حالا هم میفرستن و ما متیقین هستم تا وقتی که ما نتوانیم مشروعیت ملی و بین المللی را در افغانستان شاهد باشیم و در این زمان پاکستان متقاعد به این نشوه که افغانستان دارای حکومتی هست که توسط نظام امنیتی و دفاعی میتوانه بالمقابل جواب درخور برای همه کسایی که در افغانستان مداخله میکنند بته، ما به این مشکلات مواجه خواهیم بود. اکنون پاکستان که حامی حکومت طالبان بوده هم از طالبان نوع شکایت داره و میگوید که تی تی پی در داخل پاکستان هر عملی را که انجام میده بعد از فشار بالای تی تی پی اونها به افغانستان فرار میکنن. ممکن است که در وجود همی تی تی پی افرادی از گروه های مختلفه انصار الله تاجیکستان، تحریک اسلامی و ازبکستان و همچنان ایغوری های چی وجود داشته باشه. بله. و ایره متیقین باشن که در افغانستان اینها فعالیت میکنن و فعالیت های از اینها همیشه زیر نظر استخبارات منطقه بوده هست و در آینده هم تا اهداف پاکستان در افغانستان برآورده نشوه از این گونه فعالیت ها دست بر نخواهد داشت. سپاسگزارم. ادامه یه برنامه پس از وقفه. به ادامه یه بس بازم خوش آمدین. کارمند سپ شمارم به برنامه خوش آمدید. میگم گروه های فعال از پاکستان و تاجیکستان در حال حاضر بر اساس گفته سرپرست وزارت دفاع کشور در افغانستان هستند. در طول دو سال گذشته در حملات گسترده بالای اماکن مذهبی و دینی دست داشتند، بسیاریشان کشته شدند و بسیاریشان در حال حاضر در بند قرار دارند. این بحث چقدر نگران کننده است؟ سلام و درود احمدی عزیز، خدمت شما، خدمت مهمانان بحث. اجازه بدین که ما در روز آخر سال 2023 قرار داریم. سال ترسایی 2024 برای شما، برای مردم افغانستان و اونهایی که از این سال تجلیل میکنند در سراسر جهان تبریک عرض بکنم و گفتم ایش یک سال اژدها هست، یعنی سال همدلی و همسویی و هماندیشی. امیدوار هستم که تاثیر خود برای افغانستان و برای تغییر مثبت در افغانستان همچنان داشته باشه. ببینید احمدی عزیز که گروه های تروریستی که در افغانستان فعالیت میکنند، اینا از دیروز، از امروز ایجاد نشدند. در نیم قرن جنگ افغانستان اگر ما مراجعه بکنیم، کشورهای منطقه، کشورهای جهان، کشورهای قدرتمند در جنگ نیابتی علیه افغانستان کوشش کردن گروه های مختلف ایجاد بکنند و پروژه را به نام پروژه جهاد در افغانستان پیش ببرند و در کنار این پروژه گروه های تروریستی در اطراف افغانستان ایجاد شد و برای جنگ برای افغانستان در داخل افغانستان فرستاده شد. اگر ما بگوییم که مادر گروه های تروریستی در منطقه پاکستان هست، اشتباه نمی کنیم. برزی که استراتژی پاکستان همی بوده و همی هست که افغانستان ضعیف از لحاظ سیاسی، از لحاظ امنیتی و از لحاظ اقتصادی و چطور میتونه به این کشور همیشه ضربه وارد بکنه، او توسط گروه های تروریستی هست.
و طرف دیگر شما فراموش نکنید که جنگ سردی که قبل وجود داشت در مقابل اتحاد شوروی وقت یکی از افزار میتونست ایجاد گروه های تروریستی در افغانستان و اطراف افغانستان باشه. ما دیدیم که گروه ها در داخل افغانستان که در دوران جمهوریت ارقام داده میشد و 22 یا 23 گروه های تروریستی، این گروه ها در جنگ علیه حاکمیت 20 سال گذشته افغانستان، در جنگ های قبلی و در فضای امروزی که در افغانستان ایجاد شده، اینا شریک هستند و مطابق منافع قدرت های منطقه و جهان عمل میکنند و همونطور که گفتم این قدرت ها ایجاد کردن به خاطر منافع خود و امروز کوشش میکنن از این افزار همچنان استفاده بکنن. ما بخوایم نخواهیم گروه های تروریستی در داخل افغانستان وجود داره، برای از اینکه اگر طالبا امروز میگن این گروه ها وجود نداره، ولی طالبا یک چیز باید بکنن که این گروه ها اکثرا دیروز در اماهنگی با طالبا علیه امی حاکمیت میجنگیدن. اینا از جانب کشورهای منطقه من جمله پاکستان تجهیز میشدن و امروز اینا از لحاظ نه ساختار خود از بین رفتن و همچون از لحاظ نیروی فیزیکی در داخل افغانستان وجود دارند. ای که چقدر اینا میتونن عمل بکنن این بحث جداگانه است، ولی نشان داده میشه که گروه های تروریستی در داخل افغانستان وجود دارند و این گروه ها چی از تی تی پی پاکستان که هنوز یک گروه های تروریستی خوانده میشه، چی از ترکستان شرقی، چی از گروه های اسلامی مذهبی که در ازبکستان در تاجکستان وجود داره و در چی گروه های دیگه که در داخل افغانستان وجود داره، این گروه ها در اماهنگی با هم گاگای عمل میکنن و گاگای هم در اماهنگی با اونمونای عمل میکنن که اینا را ایجاد کردن و به جنگ افغانستان فرستادن. ولی اگر ما بگوییم که کشورهای مثل تاجکستان یا ازبکستان مستقیما در ایجاد گروه ها نقش دارن، ما فکر میکنیم یک مقدار اشتباه میکنیم، بلکه که بیشتر ای از شرق افغانستان از پاکستان تجهیزشان آماده شدن. و یا ای اگر بگوییم که کشورها کشورهایی هستند که قوانین اسلامی را رعایت نمیکنن و به این ترتیب گویا این گروه ها را میفرستن که علیه طالب عمل بکنن، همچنان ما به اشتباه میریم. حال در قبال پاکستان یک سوال بسیار عمده وجود داره که این کشور همیشه نگران همسایه افغانستان، میگفت که افغان ها میان امنیت پاکستان را مختل می سازند، افغان ها در حملات تروریستی در این کشور دست دارند. اما بر اساس گفته های امروز سرپرست وزارت دفاع دیده میشه که پاکستانی ها هستند که میان در افغانستان حملات تروریستی را انجام میدن. خب این پاکستان باید از خود بپرسد که این گروه ها را کی ایجاد کرد، کی در جنگ افغانستان فرستاد، کی اینا بس به اینا سلاح داد. افغانستان نه امکانات پولی داشت، نه امکانات تجهیزاتی داشت، نه امکانات سلاح داشت که بر گروه های تروریستی بده و نه نیازمند ایجاد گروه های تروریستی بود، بلکه جنگ سرد و امو پروژه که در افغانستان از زمان برژینسکی تا امروز به مسابقه یک استراتژی عمل شد، ایجادی بود برای ایجاد گروه های تروریستی در داخل پاکستان. و پاکستان همیشه کوشش میکنه که از این افزار استفاده بکنه. اگر پاکستان امروز میگه که این گروه ها در داخل پاکستان علیه پاکستان عمل میکنن، خب زادگاهش، مادرش و ایجادگرش پاکستان بوده و امروز اگر اینا بازم دولت امی او گروه طالبا که در حاکمیت هستند که متاسفانه هنوز مشروعیت داخلی و خارجی ندارن، اینا میگن که پاکستانی ها علیه ما عمل میکنن، فراموش نکنید که اینمی گروه ها، اینمی قدرت هایی که در افغانستان شکل گرفت بخصوص بعد از سال 92، این مینا در حمایت پاکستان در داخل افغانستان فرستاده شدن، تجهیز شدن، کمک شدن. پس مادر ایجاد گروه های تروریستی پاکستان بوده و متاسفانه پاکستان از یک پروژه به نام جهاد در افغانستان استفاده افزاری کلان کرد و کوشش کرد که گروه ها را ایجاد بکنه به یک هدف که افغانستان باید از لحاظ سیاسی، امنیتی و اقتصادی ضعیف و محتاج پاکستان باید حفظ شود. سپاسگزار هستم. محمد خلسه، برخلاف چیزی که انکار میشد، حالا گروه های تروریستی در افغانستان حضور دارند و تحت نظارت سازمان های استخباراتی منطقه فعالیت میکنند. من در سوالتان پیش از او برای کارمند صاحب عزیز بگویم که اگر فکر بکنیم که گروه ها در افغانستان وجود داشت در وقت جمهوریت یا پیش از این، در وقت اشرف غنی یک دفعه یاد شما باشه گربان شد. گروه هایی که موافق به امارت نبوده و میتونستن که در هر جای عملیات خود یعنی زیر قمانده باید نباشه، و اگر فکر کنیم که این نه زیر قمانده امارت بود،
در روز اول وقتی که ذبیح‌الله مجاهد دنیا و مردم افغانستان شناخت، در مرکز رسانه ها حاضر شد، گفت که بازی با باد جنگ در افغانستان ختم است. یعنی جنگ در افغانستان ختم است، دیگه در افغانستان جنگ نیست. هر کس دیگه میتونه که این صف ایلا بدن. به هر صورت این قسمی که دوستان اشاره کردن یک موضوع بزرگ استخباراتی است، به تعقیب از یاد دوستان بسیار کلان است. اگر در 43 سالی را ببینیم چی رقم در مقابل شوروی گروه ها جور شد، چی رقم در پشتر از او کی استاد شد، چی رقم بر از او ستنگر توضیح شد، این مسئله بزرگ استخباراتی است. و فعلا هم که در افغانستان اگر این گروه ها در هر جایی که شما دیدین که سر بالا کردن یا از بین رفتن یا عملیات های شده شهر کابل شما دیدین، بنان افغانستان جای امن بر از این گروه ها نیست، نه در طول تاریخ بوده، نه افغانستان اینقدر پول داره که این گروه ها را تمویل تجهیز بکنه. بنان افغانستان مخالف این گروه ها است. اگر این گروه از مخالفین تاجیکستان باشه، اگر از مخالفین چین باشه یا مخالفین پاکستان، بر صورت در افغانستان دیگه یا جایی ندارن و نه در اینجا جایی ندارن. اما بحثی است که گفته میشه که روابط تنگاتنگ وجود داره و حداقل اگر اینان کسای دیگر هستند که عملا بر اساس گفته های سرپرست وزارت دفاع آمدن در افغانستان، فعالیت تروریستی کردن، مردم را قتل عام کردن، حتی به مکانهای مذهبی و دینی هم حمله کردن. خب من امیره میگم اگر رابطه تنگاتنگ وجود می داشت یا از بین نمی رفتن یا سرکوب نمی شدن، برزیا زمینه فعالیت جور می شد. بنان افغانستان و امارات اسلامی مخالف از یا است، به خاطر از اینکه اگر گروه چیز ما شما ببینیم که امی انصار الله تاجیکستانه، انصار الله تاجیکستان با زوری کی، با واسطه کی، با میانجیگری کی می و می خواهد سرحدا را نارام بسازه. اما تو که شما چند روز پیش دیدین که جمهور تاجیکستان هم گفت که ما چند پستی دیگر ایجاد کردیم، و هم موضوع را می فهمن که پشت سر از این گروه ها دست افغانستان نه، بلکه دست بزرگ استخباراتی است که تا امو هدف نمی رسه. و امارات اسلامی در هر جای که یا سر بالا کردن در اونجا یا سرکوب شدند یا به اهداف خود نرسیده، الا اینکه سر بعض جاهای ملکی در افغانستان مثل اماکن مقدسه و مکاتب و یا حمله کردن که بر حمله ها در از لحاظ نظامی بالای اهداف ملکی بسیار آسان است. بنند یا در مو اهداف خود که چی رقمی که کوردینه شده بود در استخبارات های بزرگ که جنگ کدام سیبه به او اهداف خود نرسیده. و هر چیزی که در پاکستان وجود داره یا جنگ هایی که پاکستان خودش در طول تاریخ ما مطالعه داریم که خود از وا گروه ها را تمویل و تجهیز میکرد، در اونجا با وجود میامد و میفهمانی سره. ولی افغانستان اگر ما امریکا را مطالعه بکنیم، امریکا در سال که گذشت بودجه مالی خود که واسنجش کردن کسر بودجه داشتن 100 میلیارد دلار. کدام جنگ ها؟ جنگ اوکراین و جنگ فلسطین و جنگی که در سوریه و عراق یا کرده بودن. بنان ما افغانستان هیچ نمیتونیم که یک گروهی را تمویل بکنیم، تجهیز بکنیم، چرا که افغانستان 29% مردم از این عمل زیر خط فقر زندگی می‌کنه. و اگر یا در هر از هر طرفی که بیاید، از پاکستان می یا از تاجیکستان می یا از غورای چین می، در اینجا سرکوب میشه و به هدف خود نمیرسه. تشکر. ادامه که این بحث پس از وقفه. ادامه یه برنامه خوش آمدین. رادمنش صاحب، وقتی که گفته میشه که جنگ در افغانستان ختم است و دیگر قرار نیست که جنگ وجود داشته باشه، حالا فرض بگیریم به این که حتی ای گروه هایی که گروه های تروریستی نامیده میشن در افغانستان باشن، بودن از یا نمیتونه چیز را تغییر بده یا یک جنگ تازه را آغاز کنه؟ ببینین، جنگ در تاریخ افغانستان به امر و نهی از بین نرفته و به وجود نیامده، بلکه به اساس برنامه هایی بوده که کشورهای همسایه متاسفانه در مورد افغانستان همیشه برنامه ها و پلان ها را تر ترتیب و بالاخره توسط استخبارات خود را تطبیق کرده. درست است، تا بره که دوستا گفتن افغانستان نمیتوانه که گروه های تروریستی را تمویل بکنه،
اما گروه های تروریستی از همین وضعیت فقر افغانستان استفاده کرده، با در نظر داشت جغرافیای بسیار پیچیده افغانستان توارسته در مناطقی از روستاها و محلات کوهستانی جا به جا شوند و بالاخره فعالیت های را انجام بدن. اما این جنگ ها و این زدخورد هایی که در افغانستان وجود داره، همونطور که توسط دستگاه های استخباراتی پلان شده، همونطور دارای برنامه ها و مسائل می باشد که اونها بتوانند در افغانستان دست آورد داشته باشند. گرچه حکومت طالبان در برابر از این گروه ها فعالیت های می کنه، اما از یاد نبرین که همون گونه که دوستا گفتن فقر و وضعیت بد اقتصادی و از نگاه حقوق بشری بعضی مسائل و مشکلاتی که وجود داره در افغانستان، اینها همه مواردی هست که همه گروه ها از او استفاده میکنن و بالاخره سرمایه گذاری و هزینه سازی میکنن و در افغانستان برای گروه های خود افراد را جذب میکنن و جذب از یا باعثی میشه که وضعیت امنیتی در افغانستان متغیر شود. و با تغییر وضعیت امنیتی شما میبینید که یک روز در یک جا و روز دیگر در جای دیگر بعضی فعالیت های تروریستی انجام میشه. و در این اما امید فعالیت های تروریستی گفته میشه که وجود نداره، در تناسب با گذشته بسیار کم شده. خب ببینید، گروپ هایی که در افغانستان وجود دارن، اینها همیشه همون چوب بودن از یا یک پیامد تلاطم داره و پاکستان هر روز در مجامع بین المللی از وضعیت افغانستان شکایت میکنه و این شکایت معنای از این میده که پاکستان هم تدابیری داره که همه گروپ هایی که جنگ نیابتی را در افغانستان انجام میتن اونها را تجهیز و تمویل میکنه و بر علیه هر حکومتی که در گذشته بوده و در آینده خواهد بود، اینها ایره به کار میبندن به خاطر از اینکه اینها استراتژی های عجیبی در مورد افغانستان دارن که باید افغانستان همیشه تابع پاکستان باشه، بازارهای اقتصادی افغانستان بروی پاکستان باید باز باشه و همیشه ترانسپورتی که در افغانستان، سرکای ترانسپورتی که در افغانستان هست بروی ترانسپورت پاکستان تا آسیای میانه باز باشد و اینها بتوانند بدون ای که به حکومت‌هایی که در افغانستان بوده و هست و در آینده خواهد بود اینا مالی بپردازند. اینمی وضعیت بد امنیتی باعث این میشه که حکومت‌ها نتوانند با آنچه که لازم است و با آنچه که اصول اقتصادی اجازه میده به او رسیدگی بکنند. بنابراین پاکستان از وضعیت بد افغانستان استفاده ابزاری میکنه و این استفاده ابزاری باعث این میشه که وسایل سرزنش را در افغانستان به وجود بیارن. وسایل سرزنش مثلا داعش است، گروپ های دیگه که در افغانستان میگن فعال است، همو هستند که پاکستان همیشه اونها را تجهیز و تمویل کرده و حالی هم تمویل میکنه و در آینده هم به خاطر منافع خود و استراتژی های نظامی که در مورد افغانستان داره از او استفاده میکنه. بسیار تشکر. کارمند صاحب، گفته میشه که 90% حملات هراس افغانانه در افغانستان کاهش یافته. چرا باید به این مورد با نگاه خوشبینانه ندید؟ ببینین چرا کاهش یافته؟ ما میخواییم از دوست ما که اینجا گفتن که زمانی که اوربان شده بود یا آتش بس شده بود بین دولت غنی و طالبا، دیگر نیروهایی که در داخل افغانستان بودن به فعالیت خود نپرداختن. چرا؟ دلیلش روشن است. برای زی که عمدتاً گروه طالبان در جمع اینمی گروه هایی که امروز ما رو به نام گروه های تروریستی میگیم، اینا یک جای عمل میکنن علیه حاکمیت. اینا در استراتژی و در فکرشان یکی هست و یکی بود. بنان اگر اوربان وجود داشت زیر تاثیر طالبان یا آتش بست وجود داشت زیر تاثیر از اینا، یک جای با هم عمل کردن. امروز اگر ما میگیم که 90% افغانستان امنیت وجود داره یا اینجا گروه های تروریستی فعالیت نمی کنن، سوال اینجا است که آیا گروه های تروریستی از افغانستان بیرون شدن یا در داخل افغانستان هستن؟ حال بالفرض به یه قسم که از آقای رادمنشان پرسیدم که می گروه ها حضور داشته باشن،
وقتی که باور بر این است که جنگ در افغانستان تمام شده، حضور از اینا چی رو میتونه تغییر بده؟ ببینین، جنگ در افغانستان برای فعلا پایان یافته یا جنگ وجود نداره، اما گروه های تروریستی در داخل افغانستان هست و گروه های تروریستی تجهیز میشن همین لحظه در داخل افغانستان. من یک مثال به شما میدم. ببینین، از چند ماه به این طرف پاکستان آغاز کرد اخراج مهاجرین افغانستان از پاکستان. در این کتگوری سه کتگوری مردم اخراج شدن. یکی کسایی بود که در طول 40 سال 40 چند سال رفتن به پاکستان و اینا سرپناهی نداشتن یا قوانین برشان اجازه نمیداد و مشکلات دیگه بود، اخراج شدن. و دوم کتگوری های کسایی بودن که پس از تغییر 2021 به پاکستان رفتن و اینا. مهمترین عرصه ای است که در بین از اینا گروه های با افغانستان فرستاده شدن که اینا روابط تنگاتنگ با استخبارات پاکستان دارن، با نظامیگرای پاکستان دارن و اینا شامل گروه های تروریستی هستند که به دو هدف به افغانستان فرستاده شدن: یکی ایجاد نارامی در داخل افغانستان و دوم در آینده ایجاد نارامی به کشورهای آسیای میانه و دردسر بر روسیه در جنوبش. به این ترتیب ما میبینیم که گروه های تروریستی امروز به داخل افغانستان وجود دارن ولی فعالیت نمی کنن. عدم فعالیت از اینا به معنای از این نیست که این گروه های تروریستی در داخل افغانستان وجود ندارن، ولی این گروه ها وجود دارن. پس اگر وجود ندارن، از لحاظ ساختار خود، از لحاظ افراد خود، اینا به کجا رفتن؟ به کدام کشور فرستاده شدن؟ رفتن به پاکستان؟ نه. رفتن به ایران؟ نه. به آسیای میانه؟ نه. پس اینا در داخل افغانستان وجود دارن و متاسفانه که من پیشترم گفتم که افغانستان تجهیزات و پول امکانات برای گروه های تروریستی نداشت و ندارد، ولی افغانستان نیروی انسانی داشت که این نیروی انسانی رفت به ایران و پاکستان، به خصوص به پاکستان، و پاکستانی ها کوشش کردن از این نیروی انسانی افغانستان برای ایجاد و تجهیز گروه های تروریستی استفاده بکنن و اینا را به خاطر اهداف خود برای جنگ افغانستان بفرستن و در آینده همچنان پاکستان از این افزار استفاده میکنه. اونا میگن که گروه ها درد سر برای پاکستان است. ممکن است این گروه ها برای درد سر برای پاکستان باشند چون خودشان ایجاد کردند، ولی هدف عمده افغانستان هست، هدف عمده آسیای میانه هست و هدف عمده ای است که از افغانستان به مثابه تخته خیز و جنگ های نیابتی و استفاده از گروه های تروریستی در نابسامانی هایی که او را ما از لحاظ استخباراتی میتونیم بگوییم که یک جنگ نیابتی استخباراتی هست در آسیای میانه و کشورهای دیگر، از طریق افغانستان استفاده بکنند. و چون در افغانستان یک حکومت قانونمند و باثبات نیست و افغانستان یک سرزمینی نیست که بتونه یک قانون حاکم باشه، یک نظام مردمی حاکم باشه که بتونه از منافع خود و منافع انسان افغانستان دفاع بکنه، پاکستانی ها کوشش میکنن از این استفاده بکنن. حرف آخر در این مورد بر شما میخوایم بگویم که اگر امروز طالبان میگن که گروه های تروریستی از پاکستان آمده، ولی آیا طالبان از خود پرسان میکنند که در گذشته جنگ افغانستان عمدتاً از جانب کدام کشور اینا مهمات، سلاح و تجهیزات گرفتن؟ عمدتاً پاکستان وجود داشت. این پاکستان بود که به این گروه ها سلاح داد، اینا را تجهیز کرد، برای جنگ افغانستان فرستاد. و امروز اگر در افغانستان اینمی عدم ثبات سیاسی در افغانستان وجود داره، یک دلیل عمدهش کلانش مرود به این برمیگرده که ما متاسفانه سیاست مداره وطن دوست در افغانستان وطن پرست نداشتیم، و دلیل عمده کلانترش برمیگرده برای پاکستانی که در طول نیم قرن جنگ افغانستان تانست با مهارت لازم از سیاست مدارای افغانستان، از امکانات افغانستان، به خصوص نیروی انسانی افغانستان استفاده بکنه و گروه های تروریستی را آماده بکنند و افغانستان دهی بی‌ثباتی و ناامنی بکشند. ادامه این بحث پس از وقفه. با ادامه یه برنامه بازم خوش آمدین. محمد خیلسه، گروه هایی که فکر میشه تروریستی هستند و در افغانستان حضور دارن و ای که در حال حاضر فعالیت انجام نمیتن، آرامش اینا در حال حاضر به مثابه آرامش قبل از طوفان است؟ احمدی صاحب عزیز، خوب است که یک دفعه می خود معمای تروریست تعریف بکنیم. یک کسی که یک نفر از بین میبرد او تروریست است، و یک کسی که 21,000 نفر میکشه و طفل از زیر آوار بیرون میشه و زنده، او تروریست نیستن؟ کی تحلیل میکنه که یک آدم که
21000 نفر تا برش زمینه از بین بردن جزوار مساعد بسه او تروریست نیست. تروریسم دولتی عملا در دنیا وجود داره، همگی او را میبینن و همگی به این باور رسیدن. اما حالا وقتی که ما در رابطه با افغانستان صحبت میکنیم، نباید این بحث خلط بسازیم با بحث‌های کلانتر که در نقاط دیگر دنیا وجود داره. من میایم سر گپ شما جناب احمدی صاحب. ما خود تحلیل ما دهی است که اصلا یک گروهی در افغانستان علاج نداره که باشه و چوب بشینه. هر کسی که در حساب چیز رادمانش صاحب نظامی میفهمه و یا برادر دیگه ما کارمند صاحبم، هیچ گروهی در یک جای آرام شیشته نمیتونه مشروط بیه که در یک شاخه بند باشد. باید فعالیت بکنن. اگر برای 20 روز فعالیت نمیکنه از حساب مشکلات، اگر دیگه فعالیت نکنه مورد سخته دیگه. و باید فعالیت بکنه. و ما که سعی میکنم در افغانستان چند چیز بسیار مهم است. یکی سربازگیری بسیار مهم است. چرا یک گروه فعالیت کرده نمیتونه واسه نمیشه؟ در حالی که تمام کشورهای دور صدا بلند میکنه که 6000 نفر رسیده، 50000 نفر، 10000 نفر. ولی دینجا حتی یک 5 سانتی جای هم نداره که بیرق خود بونه. دلیلش چی است؟ دلیل عزیز که یا ایدئولوژی از یا با ایدئولوژی امارت اسلامی فرق داره و دوم سربازگیری کرده نمیتونه، سومی که یا یک جای برای سوق الجهش نداره برای تربیه و تنظیم، چهارمی که یا انگیزه نداره. یا فکر بکنیم همین 6 کشوری که 5000 چند کیلومتر مساحت با افغانستان داره، فکر کنیم کل سرحدها جنگ شد، منافع افغانستان چی است؟ این جنگ به نفع افغانستان است؟ نیست. کدام کشورها پروژه سازی میکنه که در طول 43 سال پروژه سازی کرده؟ کشورهایی که هیچ چیز نداره خودشان، فقط از طریق پروژه یک مرتبه در وقت شوروی ها صاحب اتم شدن، یک دفعه پروژه سازی کردن، با میلیاردها دلار توانای خود قرضای خود خلاص کردن، سرکای خود. افغانستان پروژه سازی فایده نمیکنه، چون افغانستان یک کشوری است که غنی است، الهیم بتونه و نفوذی بسیار کم در دور پیش از یار نفوذ از 250 میلیون ولی خودش 40 میلیون است. در 40 میلیون هم چند میلیون شده خوره. بنان وقتی یک گروه در یک جای فعالیت کرده میتونه که سایه فعالیت داشته باشه، انگیزه داشته باشه، سربازگیری بتونه. بنان من احمدی سے فکر نمی کنم که گروهی در افغانستان تروریست باشه و چوب باشه که باز چی وقت نوبت ما میرسه. این فکر نمی کنم، ولی گروه ها به نیابت از طرف استخبارات های کلان توظیف میشه. ولی با اهداف خود نمیرسه. تشکر. رادمنش صاحب، چطور ممکن است که یک گروه تروریستی در یک منطقه حضور داشته باشه اما فعالیت نکنه؟ خب ببینیم، از نگاه نظامی چوب بودن همیشه به معنای آرامش و تمکین به اهدافی نیست که حکومت ها او را اعلام میکنه. بله، اما ای که اینا فعالیت نمیکنن، قسمی که آقای محمد خیلان به او اشاره کردن، به این معناست که سوختن دیگه قابل استفاده نیستن. خب برای از یا جنگ ها و مبارزات صورت گرفته، اما پاکستان میبینیم که اکنون پروژه دیگری در افغانستان داره او را اعلام میکنه که او عبارت از تی تی پی است و همیشه تحت عنوان تی تی پی برای افغانستان، برای حاکمیت افغانستان. شما چنانچه در منطقه شمالزایی ولایت زابل دیدیم که پاکستان مردم بیگناه را مورد هدف قرار دادن. این به معنای عزیز که وضعیت در افغانستان او طوری که گفته میشه به او شکل امنیت نیست. وقتی که کشور مثل پاکستان در مجاورت افغانستان به فعالیت های تروریستی میدان میتور رهبری میکنه و اونها را به افغانستان میفرسته و بالاخره خودش هم به مناطقی از افغانستان حمله میکنه، این معنای عزیز که برنامه های بسیار وسیع برای افغانستان وجود داره و گروه های تروریستی هم تحت اداره استخبارات پاکستان فقط گوش به فرمان هستند که چی وقت چی گونه بر علیه حاکمیت افغانستان اینها فعالیت میکنند. و این فعالیت ها در گذشته هم وجود داشته و به همین شکل گاه آرام میشده و گاه هم سرعت و گاه هم تشدید میافته که این به معنای عزیز که آنچه همو استخبارات پاکستان در استراتژی خود داره او را تطبیق میکنه و تطبیق از این باعث این میشه که در افغانستان حکومت ها به نحو چالش های مواجه شوند و این چالش ها
در طول تاریخ وجود داشته. شما 50 سال اخیر مطالعه بکنید میبینید که پاکستان در امور افغانستان گاه باش با تشدد، گاه با آرامش و گاه هم با مسائل سیاسی و تبلیغاتی که از نگاه فرهنگی بالای روان مردم افغانستان تاثیر داشته پرداخته، و حال هم پاکستان به همین منظور فعالیت‌های را انجام می‌ده، گروه‌های تروریستی را در افغانستان می‌فرسته در قالب مهاجرین، در قالب بسیار گروه‌های دیگه که پاکستان اونها را در مدارس خود تعلیم و تربیت کرده و به افغانستان یقیناً فرستاده در تحت نام و لباس برگشته از جمله مهاجرین که حتی خودشان پاکستانی هستند و میگویند که ما پاکستانی هستیم اما اردوی پاکستان ما را دستگیر میکنند و بالاخره از سرحدات افغانستان ما را ردمرز میکنند. این به معنای عزیز که پاکستان در مورد افغانستان اهداف استراتژیکی داشته داره و در آینده خواهد داشت و ما باید منتظر این باشیم که پاکستان در امور افغانستان در آینده چی برنامه های را تطبیق خواهد کرد. تشکر کارمند صاحب. با پاکستان که همواره به عنوان یک نقطه سیاه در قسمت امنیت افغانستان ظاهر شده، همواره وضعیت امنیتی را در افغانستان سبوتاژ کرده، نخواسته که به معنای واقعی کلمه ثبات در اینجا وجود داشته باشه و حالا نگران امنیت خودش است از آدرس افغانستان، پاسخ برش چی بوده میتونه؟ چطور میشه که با پاکستان از لحاظ امنیتی تعامل کرد؟ ببینید با تایید حرفای شما نمیخوایم اضافه بکنم که پاکستان از 1947 که ایجاد شده تا امروز متاسفانه سیاست خصمانه در مورد افغانستان داشته. این که در آغاز دولت وقت افغانستان پاکستان به رسمیت نشناخت و از اون آغاز یک روابط بین افغانستان و پاکستان ایجاد شد که پاکستان کوشش کرد که از این منفعت بیشتر بگیره، و خصوص از زمان کودتای داوود خان تا امروز ما میبینیم که پاکستان از موره های مختلف به خاطر ادامه جنگ نیابتی در افغانستان استفاده کرد، که من پیشتر به شما عرض کردم که استراتژی پاکستان همون بود که افغانستان ضعیف از لحاظ سیاسی، یعنی یک ثبات سیاسی در کشور وجود نداشته باشه، این کشور باید یک نیروی نظامی قدرتمند نداشته باشه. شما دیدین از زمان سقوط حاکمیت دکتر نجیب الله تا سقوط جمهوریت حداقل دو بار پاکستان موفق شد که قوای مسلح افغانستان از بین ببره، و مسئله که مسئله اقتصادی هست که پاکستان کوشش کرده که همیشه دست افغانستان دراز باشه به طرف پاکستان، و تعیین کننده سیاست اقتصادی افغانستان همچنان پاکستان باشه. طرف دیگر که به سوال شما برمیگرده، این مربوط به این است که در داخل افغانستان چه نوع نظام میتونه ایجاد شود. در طول نیم قرن ما شاهد نظام های مختلف در افغانستان بودیم، نظام هایی بود که میخواست بر پایه منافع ملی افغانستان عمل بکنند، ولی امین پاکستان پروژه جهاد عملی کرد و به پیش رفت، نگذاشت که در این کشور یک ثبات سیاسی به وجود بیاید. برای اینکه پاکستان میفهمد که ثبات سیاسی، ثبات اقتصادی و امنیتی در افغانستان به معنای ازی است که پاکستان دیگه او پاکستانی که امروز خود مطرح میکنه نیست. من فکر میکنم که برمیگرده به خود افغانستان. افغانستان در نیم قرن گذشته برای ما یک اینستیتوت بود، یک دانشگاه بود، یک مرکز اکادمیک بود، و ما در نیم قرن جنگ افغانستان بسیار گپاره به خصوص سیاسون باید آموخته باشیم که دلیل همی که ما امروز در بی‌ثباتی قرار داریم برای عوامل خارجی برمیگرده به خود افغانستان. اگر افغانستان از لحاظ سیاسی در قدم نخست یک ثبات سیاسی را ایجاد بکنه و یک نظامی که او پابند به حقوق شهروندی و حقوق انسان باشه و بتونه یک قدرتی را در افغانستان ایجاد بکنه که مردم در اون نقش داشته باشن و مردم همکاری بکنن، به این ترتیب ما یک ثبات سیاسی و قدرت سیاسی را به وجود بیاریم، ما میتونیم که پاسخ روشن برای پاکستان بدیم. در کنار از اون ما برای نیروی مسلح مردمی بی‌طرفی که در سیاست نقش نداشته باشه بلکه نیروی قوای مسلحی بی‌طرفی که از منافع مردم افغانستان و جغرافی افغانستان دفاع کنه ایجاد بکنیم، و در قدم بعدی هم ما ذخایر امکانات کلان داریم به خاطر از اینکه افغانستان به پای خود از لحاظ اقتصادی استفاده شود. شما ببینید اگر جمهوریت کاذب، جمهوریتی که غرق در فساد اخلاقی و سیاسی و پولی بود، اگر از امکانات غرب پولی که در افغانستان سرازیر شده بود استفاده عظمی میکرد، افغانستان در این جای تاریخ نمی بود.
پاکستان با تمام اشاری که سیاستمدارانش داشتن از پروژه جهاد پاکستان آباد کردن، حتی رفتن تا ایجاد بمب و اتم در افغانستان. ولی افغانستان در 20 سال جمهوریت با تمام پول امکاناتی که اختیارش وجود داشت یک مشت از افراد استفاده کردن، نه مردم افغانستان. به این خاطر من تاکید میکنم تا زمانی که شما خانه خود جور نکنین به هیچ صورت نمیتونین در مقابل امسایه از قدرت سیاسی و اقتصادی و نظامی صحبت کنین. سپاسگزارم محمد خیلسه. به عنوان آخرین پرسش، افغانستان که همیشه آسیب دیده از سیاست های خصمانه همسایه هایش، نتانسته که ثبات واقعی را در این کشور تجربه بکنه و با وجود که آسیب پذیر است، هنوز هم همسایه ها مدعی هستند که از این کشور آسیب پذیر میشن یا امنیتشان مختل میشه. چطور میشه که حداقل در یک وضعیت قرار بگیریم که پاسخ قناعت بخش برای همسایه ها داشته باشیم؟ احمدی صاحب عزیز، ما دو چیز زود میگم که وقت کم است. یکی که برای همه بیننده های عزیز خود و حاضرینی که در بحث هست، برای از وایت مینون بتم که پاکستان دیگه او پاکستان نیست که 43 سال پالیسی جور کرده و استراتژی جور کرده با اینجا در فعلا در از پاکستان سه صدا بلند میشه. صدای اولی که است از نظامیگرای پاکستان است، صدای دوم که است از تی تی پی است که در اونجا یک نظام دیگه میخواه، و صدای سوم از مردم است که با تعقیب عمران خان استاد است. وز بلوچ آرمی بلوچا دیگه چیز میخواه پشتون خواه. ای امو پاکستانه که ما شما در 43 سال پیش دیده بودیم اون نیست. یکی دومی که وز سیاسی آشفته پاکستان کلگی مطالعه میکنم فعلا، یکی از دیگه دنیا میاد اینجا که وام با بسیار رشوات و بگیرنمان سیاس و یکی را بندی میکنن. این کار پاکستان در داخل خود پاکستان، ولی مسئله اساسی است که ما دیگه افغان ها 43 سال از یک مجرا که گزیده شدیم دیگه اجازه نیست که در اونجا ما فهمیدیم، کل افغان ها فهمیده که دوست ما کی است، دشمن ما کی است، کی نیابتی گروه ها را جور کرد، کی و افغانستان را بیران کرد. باز دیگه ضرور نیست که ما باز بگیم که حالا اگر شما یک طفل دو ساله را سه ساله را پرسان کنه که عمق استراتژی پاکستان چی است، میگه ضعف افغانستان. چرا؟ میگه بخاطر که بازار مصرفی ما از بین رفته، بخاطر که او مدیریت این گپا را اطفال میفهمه. دیگه ضرور نیست که ما بگوییم پاکستان ما را خراب میکنه. پاکستان سرحدات تماما بسیار که قوای سرحدی بسوا بسوا متر متر حمایت میشه. و دومی که ما در طول 43 سال اردوهایی داشتیم که به پول وصلای شرق و غرب جور شده بود، فعلا ما یک گردوی داریم که سر پول یتیم و بیچاره و فقیر همه افغانستان ای اردو تأسیس شده. انشالله ای قادر است که از تمام افغانستان دفاع میکنه. ای که در داخل ما چی مشکلات داریم، اتنه نیست که کل مشکلات حل باشه، در داخل مشکلات ها هست بالکل. سپاسگزارم از حضور مهمانانم که در این بحث با ما حضور داشتن و سپاس از شما که بیننده تا حوال امشب بودید. خدا نگهدار.